خوشبختانه شهبانو همیشه مثل شیر قامت بلند که داره خودش هم تونسته مدیریت کنه، ولی گاهی از دستش دیگه نمیتونه در میره، این کلفت نوکر رو یه کارایی میکنه که شاید خودش نخواست. اون همینه که میخوام امروز به شما توضیح بدم، چون چند نفر دیدم که روی شبکه‌های اجتماعی مطلب گذاشتن، صحبت کردن و چندین نفرم برای من پیغام فرستادن که آقا شهبانو قرآن خونی رو انداخته سر فلان. من میخوام این توضیح بهتون بدم. اول اینکه شهبانو تو اون برنامه‌ریزی و آنچنانی دستی نداره، چون اول از همه خودش مهمانه وقتی میره مصر، مهمانه. دوما اینکه اونجا مسجده، مسجد رفاعیست، مسجد یه پرنسیپ هایی داره، شیخ داره، ملا داره، آخوند داره، مسجده، خونه خاله که نیست. ها؟ وقتی که مسجد در مدیریتش در دست خود آدم مسجده، حتی من این نکته بگم که شما نمیدونید، تو اون مسجد اگر زن وارد میشه بایستی چادر سرش کنه، دم در مثل حرم رضا و امام رضا و اینا تو مشهد و جای دیگه چادر گذاشتن، اونجا هر کی یه چادر میدن عبا میدن میندازه رو سرش زنا، اونجا هم همینطوره. من بارها که رفتم اونجا خودم شاهد این قضیه بودم، خانم من ولی عبا نپوشید، چادر نپوشید. ما رفتیم اونجا با همون حالت لباس تابستانی که در قاهره بودیم ما، اینا بارها وارد مسجد شدیم. اما وقتی ما این کارو میکنیم برخلاف مقررات مسجد و خود مصر عمل میکنیم. هرگاه که ما رفتیم با این حالت و با این بس که خانم من عبا و عمامه و چادر و عمامه همون روسریه لچک سرش نبوده و تنش نبوده، مأمورای اونجا چون مأمور داره مسجد رفاعی برحال اینا اومدن مسجد رو خالی کردن که کسی دیگه نباشه، چون خلاف مقررات مسجدشون ما بدون چادر وارد شدیم، خالی کردن. و چند نفرم که دور ما هستن مأمورای امنیتی اونجا هستن و ما تونستیم بدون چادر رو سری بریم. خود شهبانو اون اوایل چند بار با یک چیز سیاه رو سرشون میرفتن اونجا، الان مدت هاست که اونم سرش نمیکنه، بانوان دیگه که میرن اون سرشون نمیکنن در اون روز و سپید میپوشن، سپید پوش اونجا میشن. اینا همه اوانتاژا و امکاناتی است که شما اینا رو باید در نظر داشته باشید و بدونید که خود همینا یک تحول هست، یک نوع پردازی هست، یک تحمیل تفکر ایرانی بر تفکر عربی اسلامی هست در اون مسجد الرفاعی. ولی خب قرآن وقتی پخش میشه یادتون نره خیلی از نوکر کلفت هایی که پیرامون شهبانو و فرزندانش بوده و هستن، اینها همچنان مذهبی هستن و وقتی کلید یه چیزی میزن شهبانو میتونه آقا خواهش با اون خاموش کن، جلو یک آدم هایی که مثلا خانواده خود انور سادات که هستن جلو مسلمونن، اونها هنوز مسلمونن. برای همین ما افکار اندیشه های خودمون رو داریم، لااقل باید به دیگران هم احترام بذاریم، ببینید در وقتی که محفل مال ما نیست، محل مال ما نیست، تو مملکت خودمون که نیستیم، تو خونه خودمون که نیستیم. شعبانه تو خونه خودش تو مدرسه میگه خودش میره صحبت میکنه، خارج از جای دیگه است که قرآن پخش نکرده، اونجا هم اون پخش نکرده. این نوکر کلفت هاست، این نوکر کلفت ها خیلی وقتا مشکل داشتن. من امروز به شما بگم که برای همیشه خاطرتون جمع بشه، تقصیر شماست که باید شما مداخله کنید، مردم باید مداخله کنن، اینجا شما باید مداخله کنید. بارها شده حتی لیلا پهلوی از دست کلفت خودش عصبانی بود، چون کلفت خودش هم سید و هم نمازخون و هم فلان، میگفت آقا تو این کاری کردیم نجس شد اینجا شراب فلان. خب همیشه وقتی کلفت رو ببینید براش سر دست میشکنید، چون کلفت بوده.
پیش خدمت کلفتی کردن خودش نوعی کارش، نوکر غلام خانزاد داره، چون نوکرای هستن که از دیرباز نوکری میکردن و خب اینها بعضی وقتا چیزایی هم تحمیل کردن و میکنن. چرا؟ چون شاهزاده رضا پهلوی بارها تو این چند سال، شما ببینید لیست بردارید ببینید چقدر سکرتر و منشی و رئیس دفتر عوض کرده، عوضشون کرده با شجاعت گذاشته کنار، ولی یک معدود افرادی که از دیرباز اینها با شهبانو بودن محرم اسرارم هستن، اینها رو که نمیتونه یه شبیه اردنگ بزن بندازه بیرون در این شرایط خصوصا کنونی فعلی، این هاست که اینها یه اتفاقاتی هست میفته خارج از اراده شهبانوست. شما این باید در نظر داشته باشید، عزت و احترام شهبانو رو حفظ کنید و خطاهای دیگران و واجبات، اون واجبات مسجد عرفای و دیگران رو به حساب شخصی ایشون نگذارید، خصوصا اونهایی که حسن نیت دارن. من اینو میگم چون من دیدم دوستان بسیاری که هوادار شهبانو بودن و پیش از این بارها و بارها و بارها پست‌های خوب گذاشتن، حرفای خوب زدن، یهو رو این قضیه اومدن موضع‌گیری کردن و اون نوار قرآن رو پخش کردن که شعبانه اونجا خودش داره آب میخوره، بقیه حرف میزنن، بقیه اصلا کسی گوش نمیکنه. همون هم که میبینید، میبینید خود عکس العمل های مردم به سر بلند آریایی در اونجا یه جور دیگه است که اصلا بشینن سمون بکمون بخوان قرآن گوش بکنن نیست، یه چیز تحمیلی بوده و هست. و اونجا میبینید رجال دین میگن روحانیون، اینها روحانیونشون اینا حاضرن، اینا که نمیتونن بیان، این روحانی که اینه که این یک سری مسائل دیپلماتیک هست که ما افکار اندیشه های خودمون رو داریم، پویایی آریایی رو داریم، از دین شما بیزارم رو داریم، اینا همه رو داریم، ولی وقتی تو خونه دیگری هستیم، مهمان دیگری هستیم، یک دو وقتی که نوکر کلفت ها پیشا پیش کاری کردن برنامه ریزی هایی شده، یهو نمیشه همه رو از بین برد و یهو هم نمیشه همه کلفت نوکرها رو از خانه بیرون کرد. برسی ها خانه زدن دید، تو نمیتونی یک سیر افرادی بیرون کنی. شما بینید خیلی ها شده تا از کار بیکارشون میکنی یا شروع میکنن به سمپاشی کردن. در مراسم سوگواری در گذشت شاهنشاه فقید ایران به قاهره آمده اید، از طرف خودم و تمام خانواده هم سمیمانه سپاس. اینه که افراد زیاد بودن، مثلا تو دفتر شاهزاده بودن، این ور بودن، این ور بودن، اینا وقتی که اطلاعات رو رد بدل میکردن خب از کار برکنار میشدن. چندین نفرشون باهاتون گفتن، یکیشون تیمسار بود اومد پیش من گلایه و فلان و اینها، من راضی نگهش داشتم، گفتم اون هفته یک بار یک مقاله بنویس بیار من روزنامه نیمروز برات چاپ کنم تا مطرح باشی در جامعه. ولی وقتی رضا پهلوی رو میبینی دیگه بچه کوچیکی که تو رئیس جاندارمری بودی میدیدیش نبین که بخوای بهش درس بدی، الان اون هست که با این شرایط بزرگ جهان آشناست و خودش رو هم تغییر میده، با زمان پیش میره، میاد میگه مجید رضا رهنورد که 8 تا سرکوبگر رو بهشون حمله کرده و 2 تاشون رو کشته، دست شیر خورشید هست، میره پای چوبه دار، پیش از اینکه به دار بکشنش میگه قرآن و نماز نخوانید. میاد رضا پهلوی این فرزند دلیر ایران رو میگه که این شیر و خورشید ایران است. با این سخنش رضا پهلوی همه اون گذشته اگه حرفایی در مورد روحانیت اینا زده بود و 10 بار گفتم 100 بار میگم که شما بشنوید و مواظب باشید که بهتون کلک نزنن بخوان ذهنیتتون عوض کنن. میشه رضا پهلوی که امروز دیگه برید ببینید فعال هست، داره تلاشای خودش میکنه در کنار دختران رعنا و نازنینش، خانم مهربانش یاسمین، که یاسمین الان